عرضم به حضور شما که دهه 70، آره خب من بیشتر فیلم و سریال و اینا کار میکردم، کار اجرا بود و حالا کار تئاتر و رادیو و اینها. دهه 80 در واقع بخش زیادیش تا 87 به ساخت 3 تا فیلم و سریال و اینها گذشت، تهیه کنندگی و کارگردانی و نوشتن فیلم نامه و اینها. البته توی یکی دو تا از کارهای خودم بازی کردم، مثل خانه شمعدانی، ولی بعد در واقع خودش شاید خستگی بود و اینکه سنگاش آدم به خودش وا بکنه، رها کردم ماجرا رو و برگشتم بعد از سالها رادیو. تا حدود 92-93 که دوباره در واقع دفتر رو راه انداختم و رفتیم سراغ ساخت کار و کار سینمایی مون نیوکاسل رو ساختم. بازیگری واقعیت برای من همیشه اولویت اول بوده، اصلا اومدم دانشگاه سالها پیش، 30 سال پیش برای بازیگری، منتهای مراتب روند کار به گونه جلو رفت که شاید علاقه به کارگردانی و کارهای دیگه باعث شد بازی کم رنگتر بشه و شاید هم انتخاب نقش ها بود، وسواس گرفته بودم و دیگه دوست نداشتم هر کاری رو انجام بدم، تا اینکه حالا رسیدیم به منصور در واقع. کیومرث مرادی دوست خوبم، خب از تئاترم عقبه داشتیم با هم، فیلمنامه رو فرستاد و خوندم و اینها. بعد گفتم خب چرا کیومرث من چی شده؟ که گفت خب یه مقدار شباهت چهره، یه مقدار ویژگی های تو رو من میدونم، دوستان دیگه هم میدونن و به هر صورت باعث شد بریم با بقیه دوستانم صحبت کنیم، من جمله کارگردان کار، که بعد خب خیلی رفیق شدیم با هم و رفیق هستیم و نگاهش رو دوست دارم در واقع، نوع گرفتنش رو. ببین وقتی شخصیتی رو بازی میکنی که در واقع مردم میشناسنش یا حداقل تعداد زیادی از آدم ها او رو میشناسن، شخصیتیه که معاصره، خب کاری خود سخت میشه. بله فیلمنامه تا حد زیادی کمک میکنه، برای اینکه بخش زیادی از فیلمنامه جدا از مستندات تخیل فیلمنامه نویسه و بعد در واقع تخیل کارگردان، برای اینکه فیلمی جذاب برای مخاطب ساخته میشه. منتها جدا از اون، یه بخشی از ماجرا تحقیقاتی بود که خود من انجام دادم، یه بخش دیگر هم گذروندن این در واقع داده ها از صافی توان خودم بود دیگه، چه به لحاظ ذهنی چه به لحاظ بدنی و ظرفیت هایی که خود من دارم، چقدر این ظرفیت ها و چه بخشایش میتونه در واقع کمک بکنه که تیمسار شکل بگیره و بتونه حالا تا حدی جوابگوی شخصیت بزرگوار تیمسار ستاری بشه.